تمام اتفاقات این فیلم بر اساس اسناد موجود، اظهارات و گزارش‌های مأمورین ساواک و افراد مطلع روایت شده و بسیاری از صحنه‌ها به ویژه صحنه‌های مربوط به مأمورین سازمان امنیت به صورت کامل بازسازی شده است. بهمن ماه 1341 شاه تصمیم می‌گیرد به منظور جلوگیری از انقلاب‌های کارگری دست به اصلاحات بزند. قرار است این اصلاحات در روز ششم بهمن تحت عنوان انقلاب سفید به رفراندوم گذاشته شد. تقریبا همه گروه های سیاسی و مذهبی با این رفراندوم مخالف بودند. نهضت آزادی هم بیانیه داد و سرانش در مخالفت با اون صحبت کردند. لطفاً همگی در محضر ریاست دادگاه تیمسار زمانی قیام کنید. مرداد 1342 تهران، پادگان اشرف‌آباد. وقتی که واسه آمدن خب قاعدش این است که همه باید بلند شد، باید طالقانی بلند نمیشه. مؤتمر عید سوم، سید محمود علایی طالقانی، لطفاً به جایگاه. متهم ردیف سوم سید محمود علایی طالقانی، لطفاً به جایگاه. ریاست محترم دادگاه و دادستان محترم، بنده سرهنگ عزیزالله رحیمی وکیل تذکیری آقای سید محمود علایی طالقانی هستم. ایشان دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند. لطفاً قیام کنم. خواستن برن که آیت الله طالقانی فرمان داد بیستید. اون هیئت دادرسان ایستادن. خبردار یا آیت الله طالقانی همون سوره والفجر خوند. والفجر و لیال عشر و شفق و الوتر و لیل ازا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم یخلق مثلها فی البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذو الاوتاد الذين طغوا في البلاد و اكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. بروید حالا به اربابتان بگویید که شما محکومید نه ما. اینها رفتند ولی همون سرتیپ احترامی که ارکان جلاد 15 خرداد و راه را گم کرد و اون افسری که منشی دادگاه بود سرگردی بود، دستش گرفت که تیمسار بفرمایید از این طرف برید. اونا رفتن. آیت الله طالقانی خب نگران، مثلا ما جوان بودیم نگران ما بود، پشت سرش نگاه کرد دید که ما خیلی قیافه خندان و شادی داریم. گفت پدر جون ناراحت نباش، یا ما اینجا یک دوره حقوق یاد گرفتیم. قسمت سوم، زندان، تبعید، زندان. آبان 46 تا دیماه 57. 4 آبان 1346 تهران، کاخ گلستان. 4 آبان ماه. 4 آبان قرار است آغاز فصل جدیدی از حکومت شاه باشد. 26 سال از حکومت شاه گذشته و قدرت او کاملا بر کشور سیطره دارد. تاجگذاری در کاخ گلستان برگزار می شود. لباس شاه از 3380 الماس، 388 مروارید، 5 زمرد و 2 یاقوت درشت تشکیل شده و روی تاج فرح هم که از طلا و پلاتین ساخته شده 1976 قطع الماس، مروارید، زمرد و یاقوت به کار رفته است. چکن مراسم نشان می‌دهد که خیال شاه از هر جهت راحت است. Thank you.
مراسم تاجگذاری بود، به ما گفتن که آقا شما حضرات یعنی آقایون طالقانی و آقایون بازرگان و این زندانی های سیاسی باید یه شرحی بنویسن که ما به هر حال میدونیم که مملکت با انقلاب سفید مثلا پیشرفت کرده و کارهایی شده و تقاضای عفو هم بکنن. بعد ما اومدیم با آقایون صحبت کردیم، مرحوم مهندس بازرگان گفتش که اونا باید از ما عذرخواهی کنن و همین کلمه رو گفت اعلی حضرت باید از ما عذرخواهی کنه که بی جهت آمدن ما فرستادن اینجا. تیمسار مقدم تلفن زد که من خودم میام در زندان با اینا صحبت میکنم. آمد ایشون تو اتاق منو، آقایون اومدن، مرحوم بازرگان اومد، مرحوم دکتر صحابی اومد، مرحوم آیت الله طالقانی اومد، اینا اومدن و ایشون گفتش که اگه شما یه شرح بنویسید مشمول عفو میشه. شاه باید برای آزاد کردن زندانیان سیاسی بهانه‌ای داشته باشد، پس از آنها می‌خواهد که توبه نامه بنویسند یا حداقل زیر برگه‌ای که در ستایش انقلاب سفید نوشته شده امضا کنند. آقای بازرگان گفت ما نمی‌نویسیم و شماها باید از ما عذرخواهی کنید. ما عذرخواهی نداریم بکنیم. بعدم ما چیزی ندیدیم از انقلاب سفید شما. ما تو زندان بودیم، نبودیم که ببینیم. گذشت و به هر حال ما در کمیسیون که شرکت کرده بودیم این مسائل رو مطرح کردیم و مثل اینکه اشاره شده بود از دستگاه که این قضیه رو پیگیر نباشه. این بود که این حضرات رو شب نهم تاجگذاری، شب چهارم آبان که تاجگذاری بود، صورت جلسه آزادی اینا امضا شد ساعت 11:30 شب. موضوع: ترخیص سید محمود طالقانی از زندان و عزیمت وی به منزل شخصیش در تجریش. سید محمود پس از ترخیص به منزل خود واقع در شمیران اطلاع داده که شخصا به آنجا خواهد رفت، لکن چون روز 4/8/46 عبور و مرور وسایط نقلیه چند خیابان شهر ممنوع است، ابوالحسن طالقانی فرزند یاد شده اتومبیل تهیه نموده تا مشارالیه را به منزل ببرد. هیچ کدام از اعضای نهضت آزادی بعد از خلاصی از زندان فعالیت سیاسی را پیش نمی‌گیرند. بازرگان و صحابی هم وقت خود را به نوشتن کتاب می‌گذرانند. در این میان فقط طالقانی است که دوباره در مسجد هدایت علیه رژیم سخنرانی می‌کند. 5 ژوئن 1967، سرزمین‌های اشغالی. اسرائیل در جنگ با عرب موفق شده طی 6 روز از نوار غزه در مصر تا بلندی‌های جولان در سوریه را به اشغال خود درآورد. در این جنگ تعداد بسیار زیادی از مسلمانان کشته و صدها هزار نفر آواره شدند. ارتش صهیونیستا حتی به اسرای این جنگ هم رحم نکرده و با اینکه سلاح‌های خود را رها کرده بودند، در دسته‌های 30 تا 150 نفری همه را قتل عام می‌کنند و در خیابان‌ها رژه می‌دهند. هر سال عید فطر آقای طالقانی و بچه‌های مسجد هدایت برای خوندن نماز عید و گرفتن جشن به یه باغ یا ویلایی می رفتن که یه عده افراد معتبر و مشهور اون زمان هم می اومدن. سال 48 آقای طالقانی محور سخنرانیش و موضوع فلسطین قرار داد. ایران یکی از بزرگترین شرکای تجاری و نظامی اسرائیل است و کسی در کشور جرأت ندارد به مسئله فلسطین واکنش نشان دهد. عید فطر 1348 آیت الله طالقانی در خطبه های نماز از جنایات صهیونیست ها می گوید:
زمان معاویه و تجاوز او به نوامیس مسلمین علی غضبناک می شد و تا رفع مظالم از مسلمین از پای نمی نشست. علی کجاست تا در این زمان ببیند ناموس مسلمین در خطر تجاوز اسرائیل و ما ملت مسلمان تماشاگران هستیم. دنیای شرق و غرب دم از تشکیل کنفرانس می زند. حال آنکه مسابقات تسلیحاتی در جریان است و سازمان ملل به دست شرق و غرب اداره می گردد. طوری صحبت کرد که همه گریه کردن درباره آوارگان فلسطین. بعد که تمام شد گفت من پیشنهاد میکنم آقایان اگر قبول دارن بیان این فطریه‌ای که اینجا میخواییم بدیم به مردم، حالا مردم هم ما هم نیازمندم، ولی بیان این فطریه ها رو جمع کنیم یک جا بدیم برای فلسطین. موضوع سخنرانی سید محمود طالقانی در مسجد هدایت جهت ادای نماز عید فطر. یه سفره سفیدی پهن کردن و بحث این که فطریه چقدر بندازیم نبود، هر کس هر چقدر میتوانست میریخت. یعنی من یادم خیلی خانوم ها علنگوهای دستشون در آوردن ریختن. نامبرد بالا در تاریخ 29/48 پس از ادای نماز و در پایان سخنانش از مردم خواست تا فطریه خود را به مردم فلسطین بپردازند و در پایان حدود 10,000 تومان به همین منظور پرداخت نمودند و جلسه ختم شد. تعداد شرکت کنندگان قریب به 1,500 نفر بود. فطریه ها رو که جمع کرده بودیم رفتیم به سفارت مصر دادیم به سفیر مصر برای پرداخت به فلسطینی ها، که البته اون من میدادن به دست آقای یاسر عرفات و اینها دیگه. اون زمان چون شاخ قوی مبارز فلسطینی هم جبهه آزادی بخش به فلسطین. سال بعدش به خاطر اینکه عید فطر ایشون نره مسجد و دوباره پول جمع نکنه واسه مسجد، ایشون رو حصر خانگی کردن و یه مأمور گذاشتن در خونه و گفتن ایشون حق بیرون آمدن از خانه ندارد. الان یعنی خوبه؟ نه یکم خشخش داره. یه ذره صحبت کن. خوبه خوبه الان خوبه الان خوبه خوبه. آقا صدا درسته. 23 شهریور 1348 دستور میرسد که تلفن خانه سید محمود طالقانی زیر بار برود. باید تمام تماس‌های تلفنی او کنترل شود. سید محمود که متوجه این موضوع شده یا زیاد از تلفن استفاده نمی‌کند و یا مسائل بسیار معمولی و پیش پا افتاده را مطرح می‌کند، مثل کارهای روزانه شخصی و امور روزمره مسجد. تابستان سال 1350، پنجمین جشن هنر شیراز. بدین گونه پنجمین جشن فرهنگ و هنر با برنامه‌های وسیعی و همه‌جانبه فرهنگی در تمام مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها، شهرک‌ها و روستاها آغاز می‌گردد. دو سه سالی است در اواخر تابستان جشن هنر شیراز برگزار می‌شود و بسیاری از مردم و مسئولین در آن شرکت می‌کنند. سازمان مجاهدین خلق تصمیم می‌گیرد با استفاده از شلوغی‌های جشن، شهرام پسر اشرف پهلوی را گروگان بگیرد تا شاید بتواند به این وسیله زندانیان خود را آزاد کند. اما یکی از نیروهای ساواک به نام دلفانی که در سازمان نفوذ کرد و اسلحه سازمان را تعمیم می‌کرد، جزئیات عملیات را در اختیار ساواک قرار می‌دهد و عملیات لو می‌رود. تو همه خونه تیمی‌ها رو قبلا اون دلفانی فهمیده بود، آدرس داده بود، تقریبا مراقبت کرده بودن اینا. و ساواک تو شهریور 50 قبل از اون مراسمشون اینا رو گرفتن. مسعود رجوی که قبلا توسط دلفانی لو رفته و دستگیر شده بود، محل استقرار حنیف نژاد و سایر اعضای سازمان را لو می‌دهد و حتی کروکی منزل آنها را هم می‌کشد. به این ترتیب سران سازمان همگی دستگیر می شود. پانزدهم آذر ماه 1350، زابل.
بعد از دستگیری سران سازمان، طالقانی هم به دلیل حمایت از مردم فلسطین و سخنرانی بر علیه اسرائیل به 3 سال تبعید محکوم می شود. موضوع سید محمود طالقانی. طبق رأی مورخه 15/9/50 کمیسیون امنیت اجتماعی، متهم نامبرده به 3 سال اقامت اجباری در شهرستان زابل محکوم شده که پس از گذشت مدتی از تبعید و اعتراض متهم به دلیل وضعیت نامناسب جسمی، دادگاه تجدید نظر این مدت را به 1.5 سال تقلیل داده و محل اقامت وی را به شهرستان بافت تغییر می‌دهد. اتفاقی که برای مامورای پروندهش می‌افتاد، برای نگهبانای تبعیدگاهش هم می‌افتاد. مدام اونا رو عوض می‌کردن که نگهبانا یه موقع سمپاتش نشن. من آقا نون برایش می آوردم، ظرفاش می شستم، روزی دوبار می آوردم خدمت سلامش میکن. چه خاطره ای ازشون داری؟ خاطره آقا می گو دلتنگ هم نمیتونم اینجا برم بیرون، سروازه دون حیات می شستم نمی زشتم برو بیرون، مسجد نمی زشتم برو. بافت کرمان که ایشون بودن، مادر ما برای ما رفت خواستگاری، برای بنده که از یکی از عزیزان، یکی که مرحوم طالقانی هم بسیار علاقمند بود بهش، رفت و دختر ایشونو برای من خواستگاری کرد و یکی از بستگان هم بودن که به اصطلاح شوهر خواهر من، خواهر شوهر خواهر من برای حسین آقا خواستگاری کرد. منتها گفتن خب بریم که به آقام خبر بدیم، عیدم پلو آقا باشیم، آقام خود به عقد بخونه. ما به هر حال با 2-3 ماشین پاشیم رفتیم بافت کرما و به آقام گفتیم و اینها. آقام خیلی خوشحال شد و البته عیال ما که حضور نداشت، به قول معروف آقا خطبه عقد فضولی خوندن ولی برای حسین آقا بودن. منتها گفتیم بریم آقا یه جایی پیدا کنیم، پاشیدیم با ماشین راه افتادیم، اومدیم یه درختی پیدا کردیم، یه جایی اینها زیر درخت نشستیم و آقا برای ما خطبه عقد خوندن. در همین روزها یک خبر تلخ شیرینی عروسی را به کام طالقانی زهر میکند. 4 خرداد 1351، میدان تیر چیتگر. 4 عضو شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق تیرباران میشوند. دیگر اون ریشه اولیه رو متاسفانه اعدام کردن و خبرش به آقا رسید و آقا گریه کرده بود برای اعدام اینها. سران سازمان همگی اعدام می شوند، اما مسعود رجوی با وساطت برادرش که عضو ساواک است، به دلیل همکاری در دستگیری سایر اعضا با 1 درجه تخفیف به حبس ابد محکوم می شود. محمد حنیف نژاد، اسقر بدیزادگان، سعید محسن، هر 3 از جوانان مسجد هدایت بودند که رابطه نزدیک هم با آیت الله طالقانی داشتند. با اعدام محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اسقر بدیزادگان که به تعبیری فرزندای آقای طالقانی هم محسوب می شدند، سازمان مجاهدین دستخوش تغییرهای زیادی شد. با دستگیری و اعدام رهبران، اون دست جریان دوم که بیشتر مطالعات مارکسیستی داشتن میان در جایگاه جریان اول قرار میگیرن. تقی شهرام که در اواخر سال 1348 توسط موسی خیابانی عضوگیری شده بود، بعد از کشته شدن رضا رضایی به همراه بهرام آرام در مرکزیت سازمان قرار می گیرند. ما رفقا به این نتیجه رسیدیم که اسلام نمیتونه نیاز ما رو برطرف بکنه.
شهرام با جمع‌بندی از اتفاقات گذشته این چنین نتیجه میگیرد که اندیشه مذهبی نمیتواند آنها را به هدفشان برساند و سازمان باید مثل بسیاری از گروه های مبارز دنیا مارکسیست را به عنوان ایدولوژی اصلی خود انتخاب کند. همشون گرایش به چپ داشتن، از آمریکای لاتین گرفته تا آفریقا، فرگودن به خاطر اینکه چپ و فرگودن. وقتی تغییر ایدولوژی توی سازمان اعلام میشه، درون سازمان میشه کاف پدید. ولی میبینید پس یه شاخی اصلا جدا شد، مارکسیست شدن اونا. این طرف یه عده میگفتن که ادامه بدیم، یه عده تو اینا میگفتن نه، آدمای به اصطلاح اصلی هم بودن، مثل مثلا مجید شریف واقفی. حرف مجید این بود که ما باید ببینیم چه اشکالی داشتیم که به اینجا رسیدیم. شریف واقفی و صمدی لباف در اقلیتن و بهرام آرام و افراخته و شهرام در اکثریت. پیشنهاد شهرام به بحث‌های تندی در درون سازمان منجر می‌شود و شکاف عمیقی بین سران سازمان ایجاد می‌کند. هدف ما مبارزه برای اسلام بود. حالا تصمیمی که گرفتیم و باید هم اجرا بشه. تصمیم گرفتیم یا گرفتیم؟ اگر ما جریان تقیه شهرام و سال 53 نمی داشتیم، سازمان به روال عادیش مارکسیست می شد. تقیه شهرام که در رأس قرار می گیره به این سرعت می وقته. شهرام دستور می دهد آیه بالای آرم سازمان را حذف کنند و بیانیه منتشر می کنند که در آن مواضع جدید سازمان نوشته شده است. گام بعدی قرار دادن آیت الله طالقانی در جریان این تغییرات است. از آیت الله طالقانی دعوت میکنند در یه خونه در خیابان سهروردی که آیت الله طالقانی همراه حاج مهدی قیوران و خانومش خانم سجادی میرن اونجا. وحید افراخته با تدابیر شدید امنیتی آیت الله طالقانی را به مخفیگاه شهرام میآورد تا موضوع را با او در میان بگذارند. بنابراین ما آیه را از روی آرم حذف کردیم و رسماً اعلام کردیم که مارکسیست شدیم. آقای طالقانی میگه شما غلط کردیم، به شما چه ربطی داشت؟ یه تشکیلات اسلامی، شما چرا این کارو کردید؟ وقتی که محکم وامیسته آقای طالقانی رو تهدید میکنن که ما تو رو ترور میکنیم، به گردن ساواک میندازیم. بعد آقای طالقانی شما غلط میکنید، چه میکنید؟ هیچ غلطی هم از دستتون بر نمیاد و همونجا به آقای قیوران میگه از این به بعد حق پول دادن به اینا ندارین، حرام پول به اینها بدین. ببین این دقت یک مجتهده. سازمان بعد از تغییر ایدئولوژی چند عملیات مسلحانه موفق را انجام میدهد و آن را مدیون این تغییرات میداند. در همین اثنا وحید افراخته یکی از سران شاخه نظامی سازمان دستگیر میشود. رحمان افراخته معروف به وحید به امید رهایی از اعدام با اندک فشاری تمام سران، اعضا، همکاران و رابطین سازمان را لو می‌دهد. حجم اطلاعاتی که افراخته داوطلبانه در اختیار ساواک قرار می‌دهد بسیار بالاتر از انتظار آن است. آدم زبان می‌کشد یا ناخوناتا می‌کشند، همم باحت می‌شند. وحید افراخته در میان اطلاعاتی که به ساواک می‌دهد، جریان ملاقات آیت الله طالقانی با تقی شهرام را هم بازگو می‌کند و همینم باعث دستگیری مجدد آیت الله طالقانی می‌شود. آیت الله طالقانی بلافاصله به زندان ایوین منتقل می شود.
بسیاری از مبارزین از گروه‌های مختلف ملی مذهبی و اعضای سازمان مجاهدین خلق داخل زندان هستند. شاید زندانی شدن آیت الله طالقانی چندان هم برای او بد نباشد. در بیرون از زندان اتفاقات بدی در حال وقوع است. سازمان مجاهدین خلق که حالا مارکسیست شده، اعضای مسلمان خود را یکی پس از دیگری حذف می‌کند. تصویرهای خونینی در جریان است. مجید شریف واقفی که از مخالفین سرسخت تغییر ایدئولوژی سازمان بود، یکی از همین قربانی‌هاست. سازمان او را به طرز وحشیانه‌ای می‌کشد و بدن مسله و سوخته‌اش را در مسگرآباد دفن می‌کند. شبیه به شریف واقفی، خیلی های دیگر هم ترور می شوند و اجسادشان در خرابه ها و بیگوله ها رها می گردند. تو زندان داشت یه اتفاق دیگه می افتاد. مبارزهای مذهبی تصمیم گرفته بودن یه بار برای همیشه تکلیفشون رو با مارکسیست‌ها روشن کنن و یه جورای جلوی اونا رو بگیرن. خرداد 1355، تهران، زندان اوین. آقای طالقانی داشتن تفسیر میگفتن. مرحوم شهید لاجوردی گفت آقای طالقانی این تفسیر شما رو این آقایون میان تغییر میدن، به نام خود شما حرف خودشونو میزنن. گفتن چی؟ گفتن اینجور میگن اینجور میگن. محمد محمدی گرگانی اونجا بود که از سران سازمان مجاهدین خلق بود، اون اعتراض کرد و نه خیر اینطوری نیست. آقای لاجوردی گفت اینجا 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 اینجا. آیا این حرفای شما سای طالقانی؟ گفت نه، من اصلا اینها رو قبول ندارم، نه حرفای من نیست، من اینهاییست که دارم میگم. از همونجا بحث شد که خیلی خوب، پس اینا التقاطی هستن و بریم افکارشون رو بررسی کنیم. در بررسی جمعی رسیدن که بالاترین علل منحرف شدن بچه ها کمونیست شدنشون این کمون مشترک، این جمع مشترک است که سازمان درست کرده با کمونیستا و تمام مرزهای شرعی رو شکونده و اینا رو با هم قاطی کرده و باید اینا از هم جدا شد. نظر آقایون همین شد، باید جدا بشیم و جدا زندگی مون رو دعوانا. بادامچیان به همراه سایر دوستانش تصمیم میگیرن حکم نجاست مارکسیست ها را از علمای حاضر در زندان بگیرن. با وجود این حکم مارکسیست ها دیگر قادر نخواهند بود به مسلمانان نزدیک شوند. عبارت این بود که بسمه تعالی با توجه به زیانهای ناشی از زندگی جمعی مسلمان ها با مارکسیست ها و اعتبار اجتماعی که بدین وسیله آنها به دست می آورند و با در نظر گرفتن همه جهات شرعی و سیاسی و با توجه به حکم قطعی نجاست کفار از جمله مارکسیست ها، جدایی مسلمان ها از مارکسیست ها در زندان لازم و هر گونه مسامحه در این امر موجب زیان های جبران ناپذیر خواهد شد. خرداد 1355. خب این نقل فتوا که آقایون همه امضا کرد، یعنی همه تایید کردن، امضا کسی نکرد. اونا دیدن خب نمیتونن از عهده بر بیان، شروع کردن به تهاجم. اولین حمله شون این بود که این صدای ساواکه که از حلقوم طالقانی و منتظری میاد بیرون. گفتیم تا دیروز گفتن آقای طالقانی تفسیر آقای طالقانی همه، بعد حالا رسیدن به اینجای آقای منتظری، بعد الان میگن این صدای ساواکه. هر کس سلاح بر نمیداره نجس میدونیم. ما چگوارا رو یک شهید میدونیم، ما هوشیمینه رو یک شهید بمار، این که تو بستر مرده، این که دیگه تو جنگ کشته نشده که. من باشه، مگه امام صادق نگفت و شیعت بنا شهید؟ هوشیمینه که دیگه شیعه امام صادق نیست. نقل فتوا به صورت در بندهای زندان اوین میپیچه.
مسلمانان سفره‌هایشان را از مارکسیست‌ها جدا می‌کنند و حتی برای اینکه آنها در پختن غذا و شستشوی ظرف‌ها دخالت نکنند، امور مربوط به آشپزخانه را خود به دست می‌گیرند. شرایط حتی برای کسانی که به جدایی مسلمانان از مارکسیست‌ها اعتقادی هم ندارند، بسیار سخت شده است. سال 1355 بود دیگه، بله، نیمه های 55. اتفاقاً آقای طالقانی اومد به استقبال ما تو حیات که وارد شدیم و من سلام علیک کردم و بلافاصله گلایه کردم. اول سفره‌ها رو جدا انداختم، بعد شهرداری رو انتخاب کردن خودشون و بعد البته این پخش نخواهد شد، ولی گفتم آقای طالقانی چه کاری بود اینا با ما کرد؟ من پولی سیگار نداشتم تو بند. آقای طالقانی گفت جوانیه دیگه. با هم رفتیم و اینا. سعید سلطانپور گفت تو میدونستی این کیه اینجوری به این صراحت صحبت کردی؟ گفتم تو که میدونی من آدم سریع هستم. البته میدونستم و بایدم به ایشون میگفتم. به کی باید میگفتم؟ زندانهای دیگر هم شرایط مشابهی دارند. اخبار اوین به زندان قصف و کمیته مشترک هم رسیده. مارکسیستا آنجا هم شرایط خوبی ندارند. مسلمانان از آنها دوری می کنند. البته عده‌ای معتقدند این نقل فتوا بیشتر به نفع ساواک است تا انقلاب. اما حامیان فتوا آن را وسیله‌ای برای جلوگیری از انحراف مبارزی می دانند. دو سال از زندان آیت الله طالقانی گذشته و به خاطر وخامت حال جسمیش او را به بهداری زندان قصر منتقل کردند. خرداد 1357، قم. تحولات در بیرون حتی سریع‌تر از زندان است. انقلاب به خیابان‌ها کشیده شده. تعداد زیادی از مردم قم در درگیری با نیروهای امنیتی کشته می‌شوند. تیر ماه 1357، تبریز. در چهلمین روز شهادت مردم قم، مردم تبریز به خیابان‌ها می‌آیند. قیام آنها هم به خون کشیده می‌شود و تعداد زیادی از مردم و طلاب کشته می‌شوند. ۲۸ مرداد 1357، آبادان. سینما رکس آبادان با آتش کشیده می شود. 720 نفر در این اتفاق کشته می شوند. مردم آبادان عزادار شدند و مجلس برای آرام کردن مردم با آنها همراهی می کند. چرا این تغییرات پیش آمد؟ این فریادها رو تنها من نزدم. این فریادهای من و شما انعکاس فریادهای مردم ایران بود. ستم، ظلم، تعدی، احتناق. شاه شریف مامی را مأمور می‌کند که کابینه تشکیل داده و اوضاع را سامان دهد. کارگران کارخانجات دولتی اعتصاب کرد و کارهایشان را رها می کنند. بعد از نماز عید فطر، 1 میلیون نفر از شهروندان تهرانی با دستور آیت الله خمینی ارتش را گلباران می کنند و از آنها می خواهند که به مردم بپیوندند. رژیم بیمناک می شود و هر گونه راهپیمایی را ممنوع اعلام می کند. اما در فردای اعلام ممنوعیت، مردم باز هم در تظاهرات شرکت می کنند و در خیابان ها به نماز می ایستند. خبرنگاران خارجی از حضور مردم متعجب شدند. پنج شهریور 1357، مجلس سنا، تهران. من پوست و گوشت و استخوانم از این کشور است. من در این مملکت به دنیا آمدم، برای این مملکت و در این مملکت نمیرم. شریف امامی برای گرفتن رأی اعتماد در ساختمان مجلس حاضر شده است. بیایید برای خاطر حفظ آزادی همه دست به دست هم بدهیم و مشکلات را از بین برداریم. من حاضرم تا پای جان فداکاری کنم.
مجلس شورای ملی با 176 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع به برنامه دولت جناب آقای مهندس جعفر شاهی‌خانی رأی اعتماد داد. از امروز بنده شریف امامی 20 روز پیش دیگر نیستم. بنده نه به خودم، نه به بستگانم، نه به دوستانم دیگر فکر نخواهم کرد. هفته شهریور 1357 تهران. در میدان ژاله تانک ها مستقیم به سمت مردم شلیک میکنند. خبرنگار اروپایی میگوید این صحنه به جوخه آتش شبیه بود که در آن افراد مسلح به انقلابیون بی حرکت شلیک میکردند. درگیری به سطح خیابان های دیگر پایتخت هم کشیده میشد و بالگردها برای پراکنده کردن مردم وارد صحنه میشدند. این بالگردها کوهی از جنازه های متلاشی شده را بر جای گذاردند. میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی که برای پوشش رویدادهای انقلاب از یک روزنامه ایتالیایی به محل حادثه آمده می نویسد 4000 تن در این روز هدف گلوله قرار گرفتند. اما فرمانداری نظامی تهران آمار 87 کشته و 205 مجروح را اعلام کرده است. مراجع تقلید و امام خمینی بیانیه‌های بسیار تندی صادر کردند. در شهرهای دیگر هم مردم و بازاریان دست به اعتراض و اعتصاب زدند. جیمی کارتر، رئیس جمهور آمریکا، در تماس تلفنی برای شاه آرزوی موفقیت می‌کند. این تماس و سکوت آمریکا نسبت به قتل عام 17 شهریور خشم مردم را برمی‌انگیزد. برژینسکی، مشاور امنیت ملی آمریکا، درباره این رویداد میگوید رویداد میدان ژاله چنان خونین و مرگبار بود که کشمکش‌های گذشته میان دولت و مخالفان را از یاد برد. این رویداد پایان شورش‌های پراکنده و مقطعی و آغاز انقلاب واقعی بود. به چترانی که در روز جمعه به دوانده میگرد جانشون در دست دادن تقدیم و تصدیق عقبی کنن و به مسببین واقعی اینها در داخل و خارج کشور نفلی میکنند. انتظار کنم از دولت جناب آقای شریف امامی هر که زودتر این توطئه خائنانه را مجلس سنا در واکنش به اتفاقات جمعه سیاه آن را یک توطئه خارجی اعلام می‌کند و به جای محکوم کردن اقدام دولت از شریف امامی نخست وزیر حمایت می‌کند. برنامه این تقدیم کرده آیا وظیفه فرد ما این است که آتش را تیزتر و تندتر بکنیم یا نیمه مهر ماه 1357 محل اقامت آیت الله خمینی رهبر انقلاب ایران به نوفل لوشاتو منتقل می شود. حالا این دهکده کوچک در حاشیه پاریس به یکی از مراکز مهم توجه خبرنگاران داخلی و خارجی تبدیل شده و انقلاب مردم ایران از همین دهکده هدایت می شود. 13 آبان 1357 خیابان انقلاب. دانش آموزان تهرانی در بیانیه‌ای روز 13 آبان را به یاد شهیدان دانش آموز انقلاب روز دانش آموز اعلام نموده و قصد خود را برای راهپیمایی اعلام می‌کنند. ارتش مداخله کرده و مردمی که در دانشگاه تجمع کردند را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این درگیری‌ها ده‌ها نفر کشته و صدها نفر مجروح می‌شوند.
ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی شاه برای آرام کردن اوضاع شریف امامی را عزل می کند و در مقابل دوربین تلویزیون می نشیند. شاه برخلاف نطق تلویزیونیش تصمیم می گیرد با انتصاب یک نظامی به نخست وزیری جریان انقلاب را متوقف کند. ارتشبد اظهاری حکومت نظامی سراسری در کشور برقرار می کند. بازاریان در واکنش به حکومت نظامی مغازه هایشان را تعطیل می کند. بعد از کارخانجات، پالایشگاه ها و مراکز آموزشی بازار هم تعطیل می شود. حالا همزمان با حکومت نظامی سراسری اعتصابات سراسری هم برقرار است. فشارها بر شاه برای آزاد کردن زندانیان سیاسی در داخل و خارج از کشور به اوج خود میرسد و شاه تصمیم میگیرد زندانیان سیاسی را آزاد کند. هر جریانی که اتفاق میافتاد 50 تا 100 تا 200 تا آزاد میکردن و این آزادیان یه طوری بود که مخلوط آزاد، مثلا یارو زیر دادگاهی بود، ابدی بود، 15 ساله بود، کارش در حد اعدام بود، اینا همه قاطی اعدام آزاد میکردن. آدم نمیتونه تحلیل کنه که اینا با چی آزاد میکنن. لذا خیلی از بچه ها میگفتن اینا ما را آزاد میکنن که از شهر ما را بعد بیرون ما را زیر ماشین کنن، یه جوری 20% از بین اون ببرن. یه دیگه میگفتن ما اگه بتونیم مثلا از زندان رفتیم بیرون خونه نریم فرار کنیم بریم خارج. اینجور چون تحلیل نمیشد که ریاست اداره زندان ها. موضوع غیر نظامی سید محمود علایی طالقانی فرزند سید ابوالحسن. بقیه کیفر غیر نظامی نامبرده مورد عفو اعلی حضرت واقع گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید چنانچه به اتهام دیگری بازداشت نباشد از زندان آزاد گردد. من در این مرتبه که دستگیرم کردن شکنجه جسمی به من ندادن، ولی شکنجه روحی برای من زیاد بود، برای اینکه شب و روز سر و صدای شکنجه ها و دختر و پسر و شخصیت ها در گوش من بود و میشنیدم و همه نوع شکنجه اینها داشتم، از شکنجه های روحی تا کارهای عملی که آموزش دیده بودن. سید محمود طالقانی که به دلیل بیماری یک سال گذشته را در بهداری زندان سپری میکرد به همراه حسین علی منتظری و سایر زندانیان سیاسی آزاد شده و مورد استقبال گسترده مردم قرار میگیرد. که از همون طبقه بالا تمام کوچه پر شده بود، کوچه های اطراف هم تمام جمعیت بود. آقا برای همه سخنرانی کرد. به هر حال آقای طالقانی این جب و احساس میکنه که یه پایگاهی باید برای این مردم ایجاد بشه. چه جایی بهتر از
همین پایگاهی که مردم قبول دارن، منزل ایشون. آیت الله طالقانی منزل شخصیش را در اختیار انقلاب قرار میداد و به همراه خانوادهش به منزل حاج خلیل رضایی نقل مکان میکنه. خود او نیز بیشتر ملاقات‌ها و قرارهای خصوصیش را در خانه شخصی به نام ولی الله چهبور که پدر عروس آیت الله طالقانی هم هست برگزار می‌کند. حجم عظیم اعتصابات، خانواده‌هایی که در انقلاب بی سرپرست شدند و اوضاع بد اقتصادی باعث شده مردم به دفتر طالقانی هجوم بیاورند. دفتر آقای طالقانی همه جور کمکی به مردم میکرد. تقریبا شده بود خونه امید مردم. اولویت با خانواده هایی است که سرپرستشان در جریان انقلاب شهید شده است. پنج بعد از ظهر این نماز خوند، از خونه رفت بیرون و تو میدون جاله اونجا رفت تیر خورد. با یه ما سختی کشیدیم بالاخره تا اینو گیر آوردیم و اول نمیدادن. به هر فرضی بود گرفتیم نشش و ترقات کردن و این ولی مردم اومدن از ما گرفتیم نشو بردیم شارو دفع کردیم. و از اونجا اومدیم یه دو سالی همینطور بودیم و بعد از یه دو سالی دیگه آقای طالقانی خدا بیامرزش اومد و بعد یه گوشه از زندگی ما خرج ما اینا رو آورد بهمون داد، یه کمی گذران کردیم تا حالا که آقای طالقانی اینجور شده و دفترش داره به ما کمک میکنه. بسیاری از کارگران کارخانجات بیکار شدند و به خاطر انقلاب روزگار را به سختی میگذرانند. طالقانی در دفترش کمیته امدادی تشکیل می‌دهد و وجوهات و کمک‌های مردمی را به دست خانواده فقرا و کارگران می‌رساند. خود او هم تلاش می‌کند در هر فرصتی به آنها سر زده و از آنها دلجویی نماید. مردم وقتی می‌بینند کسی مثل آیت الله طالقانی به خانه‌های محقرشان می‌آید، به انقلاب دلگرم‌تر می‌شوند. با سرعت گرفتن جریان انقلاب و افزایش درگیری ها مرتب بر تعداد کشته ها و زخمی ها افزوده می شود. اما زخمی هایی که به بیمارستان منتقل می شوند بلافاصله توسط ساواک شناسایی شده و دستگیر می شوند. باید به حال این موضوع فکر کرد. آیت الله طالقانی در دفترش یک کمیته درمان تشکیل می دهد و با به خدمت گرفتن چند بیمارستان مجروحین انقلاب را بدون اینکه شناسایی شوند درمان می کند. انقلابیون لنگ نمونن و خیلی راحت بتونن درمان. انبارهای دارو هم در نقاط مختلف شهر ایجاد میشوند تا بتوانند به سراسر کشور خدمات بدن. دو دسته دارو آقا اینجا مصرف داریم. خب کمیته درمان آیت الله طالقانی حتی در درگیری های نقده هم فعال است. اطلاع پیدا کردیم که از طرف آیت الله طالقانی گروه امدادی به این شهر گسیل شده. با مسئول این گروه من صحبت میکنم و خواهش میکنم زمین معرفی خودشون بفرمایند که اینجا چه کارا کردن و برای چی اومدن. اول از همه من خودم معرفی میکنم، شریفی هستم، سرپرست گروه امداد آیت الله طالقانی که از تهران امروز ساعت 12:30 به نقده وارد شدیم. الان در حال حاضر خب خبر رسید که تو روزنامه کیهان اطلاعات اینا که به این صورت اینجا شلوغ شده و همونطور که ما گفتیم گنبد و سنندج و امداد رسانی کردیم. این وظیفه شهری ما بود که این امداد هم اینجا صورت بدیم. البته امداد رسانی ما در هر منطقه‌ای، یعنی به تمام مجروحینی که مراجعه میکنن و میارن برای ما، به طور کامل بهشون رسیدگی میکنن. گذشته از کمک هایی که به زندگی مردم می کرد، خیلی از اتفاقات تاثیرگذار انقلاب هم مثل راهپیمایی روز تاسوعا هم از دفتر ایشون هدایت می شد. دفتر طالقانی در کنار خدمات به مردم و نیازمندان در حال برنامه ریزی برای یک راهپیمایی بزرگ در روز تاسوعا است.
تظاهراتی که میتوانند به یکی از نقاط عصر در تاریخ انقلاب تبدیل شود. آقای طالقانی تو خونه ما بود. خونه ما طبقه بالا همون خونه 800 متریه، فرش مهمون خونه هم همین فرش ها بود. اینا رو جمع کردیم انداختیم، 30 تو پارچه از بازار آوردم. سید جان دانشجوها ردیف فهمیدن خونه ما شعار نویسه، از شب تا ساعت 4 صبح شعار نویسی میکردن. این سو تو پاشر نوشتن. حالا چجوری بود؟ هوا سرد بود، ما سه تا با بخاری آلادین گشتیم پای پله ها. اینا رو که می نوشتن یه نفر از اون بالا اینا رو آویزون میکرد که نمش خوش بشه نچسبه، تا میکرد. 4-5 تا دانشجو مسئول این کار بودن. 4-5 تا خطاط هم اینا دابلها رو می نوشتن. آقای طالقانی هم تو خونه بود، همه می کشتن هست. گفتم نه، گفتم اگه همه بیان هی شماره یه دفعه ببینن. آقا رو کردیم توی اتاق زندانی کردیم. گفتم آقا اینجا تکون نکن، اصلا نمیگیم آقا نیست اینجا. تا صبح، تا ساعت 4 صبح این پلاکردار رو نوشتیم. عکس امام و شابلون کرده بودن تو آشپزخونه، انقدر شابلون پاچیده بودن عکس امام قشنگ کف آشپزخونه افتاده رو کاشی ها. نزدیک صبح شد اینا آماده شد و اونا رو تو پارچه ها رو پیچودیم همه و دیگه آماده شد و راه پیمایی. 16 آذر ماه 1358 صبح من از خونه اومدم بیرون، همهمهش شنیدم صبح خیلی زود، هر روز ساعت 8 حرکت شروع بشه، صبح مثلا ساعت 6 اومدم دیدم موج عظیمی از مردم از همه جا، از میدون امام حسین، از شمران دارن میان به سمت پیچ شمران. مثلا بی اختیار اشک از چشمم سرازیر شد. آقا رو من سوار کردم، من بردمش تو نزدیک میدان. اینقدر دور آقا رو گرفته بودم مثلا فشار جمعیت، من احساس کردم الان آقا رو مثلا یکی از این ساواکی ها من تو کتاب هم نوشتم فشار اصلهش رو حفظ کردم بخونم. با این آرنج زدم تو سینش، گفتم میدم من تیکه تیکهت کنم اومده اینجا چی کنم. در رفت آقا همونجا نماز خواند با همون جمعیت و همون سخنرانی و همون راهپیمایی پشت رژیم پهلوی رو شکست. آنتونی پارسونز سفیر انگلیس در ایران میگوید راهپیمایی تاسوعا و عاشورا از نظر عظمت و انضباط و یکپارچگی نمونه و بی‌سابقه بود. هر دو روز از ساعت 9 صبح تا وقت نهار من در پشت پنجره اتاق خود صفوف راهپیمایانی را که از خیابان فردوسی می‌گذشتم نظاره می‌کردم. عرض این خیابان و پیاده روها مملو از جمعیتی بود که برای پیوستن به صفوف سایر راهپیمایان در حرکت بودند و سیر جمعیت تا آنجایی که چشم کار می‌کرد موج می‌زد. من ارقام 1,000,000 تا 1,500,000 نفر جمعیت را که درباره تعداد شرکت کنندگان در این راهپیمایی منتشر شد اقرارآمیز نمی‌دانم. بیست و ششم دی ماه 1357 شاه ایران را ترک می کند به این امید که شاید بشود دوباره جای تظاهرات ضد شاه را با تظاهرات به نفع شاه تغییر داد، اتفاقی که یک بار در مرداد 32 افتاده بود. تا چند سال پیش کی امید رفتن شاه به دل کسی می نشست. شاه رفت بعد از سالها سیاهی و تباهی با حرکت مردم امید روزهای بیشا به دلها نشست. رفتن شاه رفتن سیاهی و تباهی، امید رفتن سیاهی و تباهی. شاه رفت، کامتان شیرین، چشمتان روشن، دلتان بیغم،
بازوانتان پر قوت، کشت و کارتان آباد. بله آقا، بله، ممنون. انگار مغز خر خورده بودن، هر چی میگفتم موندن من اینجا دیگه صلاح نیست به خرجشون نمیرفت. فهمیدن این مطلب که دیگه کار از کار گذشته، هوش بالایی نمیخواست. اما تا روزای آخری که شاه مملکت رو ترک بکنه، من تک و توک گزارشایی از آقای طالاقانی تهیه میکرد. احتراماً به عرض می‌رساند تعداد 12 برگ لیست کارمندان ساواک نزد آیت الله طالاقانی می‌باشد. در این لیست اسامی 1000 نفر از کارمندان ساواک و آدرس آنها قید شده است. آیت الله طالاقانی اظهار داشته که بعد از برقراری حکومت اسلامی همه کارمندان ساواک باید مجازات شوند. ولی فعلا کاری نکن. پدر طالاقانی: Yeah.